نورون همگی پیروز. دوستان، از تک تک شما ممنونم که امروز اینجا هستین و با حضورتون صدای ما رو، صدای مردم ایران رو قوی تر میکنین که ما بتونیم به هدفمون برسیم. Friends, I want to thank you all. دوستان، مایلم از همه شما تشکر کنم به خاطر اینکه در اینجا حضور یافتید. حضور شما بسیار ارزشمند است. And it makes us stronger. و باعث می‌شود که ما قوی‌تر شویم و بهتر و سریع‌تر به اهداف خود دست یابیم. من سمیر توگانی هستم و قرار هست که هماهنگ کننده برنامه امروز باشم. I will be speaking in two languages, من به دو زبان Farsi صحبت خواهم کرد، فارسی و انگلیسی. اسم من سمیر توگانیان هست و من امروز مجری برنامه هستم. این برنامه رو ما هم به فارسی هم به انگلیسی صحبت می‌کنیم روی استیج. ما همه لحظه به لحظه تمام خبرهایی که از ایران میاد و به زبان فارسی دنبال میکنیم و همه اطلاع داریم که چه اتفاقایی میفته تو ایران. ما به خاطر این جمع شدیم اینجا که صدای مردم ایران رو به سیاستمدارای غرب برسونیم. امروز نخست وزیرا و وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا اینجا جمع شدن توی این ساختمان‌های دورورمون و ما میدونیم که اونا جلسه های خیلی مهم میدارن امروز و فردا و ما میخوایم با وجودمون اینجا به اونا نشون بدیم که مهمترین چیزی که اونا باید در موردش صحبت کنن شرایط ایران هست. Each and every one of us, every second of the day, در هر لحظه از زمان اخبار رو به فارسی دنبال میکنیم. و از خشونت‌های وحشتناکی که در ایران اتفاق می‌افتد اطلاع داریم. ما امروز اینجا جمع شدیم تا صدای ایرانیانی باشیم که در زندانی به نام ایران زندگی می‌کنند. امروز در برابر وزرا، نخست وزیران و همچنین اعضای پارلمان اروپایی در اینجا در این ساختمان‌ها گرد آمده‌ایم. ما با حضور خودمان به آنها نشان می‌دهیم که خواهان اتخاذ گام‌های محکم از سوی اونها در جهت همراهی با مردم هستیم، با مردم ایران هستیم. ما از اونها می‌خواهیم که از همکاری و کسب و کار با جمهوری اسلامی امتناع کنند. ما خواهان این هستیم که آنها اقداماتی را اتخاذ کنند که به حفاظت از دختران مدرسه‌ای در برابر این رژیم تروریستی بپردازند. ما می‌خواهیم که آنها هر کاری که در قدرتشان هست انجام دهند تا به مردم ایران کمک کنند تا برای آزادی خود مبارزه کنند و همچنین برای دموکراسی مبارزه کنند و ما هرگز دست از کار بر نخواهیم داشت و ما تا به آخر اینجا خواهیم ایستاد. ما هستیم تا آخر. میخوام ازتون خواهش کنم دوستان عزیز که برای ادای احترام و گرامی داشتن یاد و خاطرات تک تک اونایی که برای آزادی و دموکراسی تو ایران جنگیدن و جان خودشون رو از دست دادن یک دقیقه سکوت کنیم. من از شما میخواهم که به من بپیوندید در نشون دادن احترام به خاطری کسانی که در خیابان‌های ایران جنگیدند و برای دموکراسی جنگیدند. یک دقیقه لطفاً سکوت بفرمایید به احترام اون اشخاص.
topics. مرسی دوستان. اجازه میخوام خب از ایرانیان گفتم که به این تجمعات میان از شهرهای مختلف اروپایی. اکثرا سعی میکنم به جز پلاکارت ها از المان های مختلف استفاده کنم، پرفورمنس های اعتراضی اینجا اجرا کنن. خانم آذررخش کنار من هست، میبینم که میخوام از این مدل، از این ترازو بگید، عکس توماج رو دارید. بله، نسرین ستودم نوشتید. خانم آذررخش فرمودید که در همه تجمع ها حضور دارید، مثلا تجمع استراسبورگ و قبلی در بروکسل. چرا اینقدر مهمه که از سوئد به اینجا میاد؟ من از طرف تمام مادران ایران اومدم، نماینده از طرف زنان ایران که بچه های من را آزاد کنن. من از اروپا، آمریکا میخوام که بچه هایی که در زندان سیاسی مثل توماج آزاد باید شوند. بچه ها باید مثل اروپا، بچه ها زندگی عالی داشته باشند. مادرها دلهوره نداشته باشند که شب بچهشون بر نمیگرده، پول گلوله هاشون رو میگیرن ازشون، بچه هایی رو که میکشن جنازه هاشون رو نمیدن، تحویل پدر مادر نمیدن. من اومدم برای ایرانیان و طرفدار زنان ایران و پدر مادران ایران. مرسی. و خب برنامه بعدی آغاز شد، شما رو دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه بعدی باشید. نماینده پارلمان بلژیک هستم. I may not be Iranian. من شاید ایرانی نباشم. But I am Iranian. بنا به خون خودم. اما در قلب خودم ایرانی هستم. Because I'm profoundly Democrat. از اونجایی که من کاملا دموکرات هستم و به شدت نگران هستم و شوکه هستم و نگران اون خشونت هایی هستم که در ایران توسط سپاه پاسداران صورت میگیرد و اینکه سپاه پاسداران خواهران شما رو مورد سوء رفتار قرار میدهند که خواهران ما هم هستند، در اینجا حضور یافتم. من چگونه میتوانم از مردم ایران حمایت نکنم و وقتی میبینم که اونها به زندان میروند، شکنجه میشوند، حتی اعدام میشوند؟ بر عهده ماست که مقابل مسموم کردن کودکانی ایران امروز بایستیم. قدم بعدی آنها چه خواهد بود؟ تروریست ها چگونه میتوانند به این شیوه ها عمل کنند؟ دست سپاه پاسداران پر از خون است، آغشته به خون است و به همین خاطر هست که میبایستی که در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیرند. من از استرابی که دارم عذرخواهی میکنم، توی کلامم متوجه میشه. وزرایی که امروز گرد هم آمدند لازمه که صدای شما رو بشنوند. من همواره اعلام کردم که از شما حمایت میکنم و این امر رو در پارلمان هم گفتم. در نوامبر سال گذشته دولت در پارلمان هلند که من در اون حضور دارم و امروز هم در کنار شما اینجا هستم، یک قطعنامه رو امضا کرد، تصویب کرد که از دولت خواست که تحریم‌هایی رو علیه سپاه پاسداران اعمال کنه و 5 ماه بعد اون کلمات و وعده‌ها لازم هست که به عمل تبدیل شوند. وزرا وظیفه دارند و مسئولیت دارند که به رژیم ملاها، در پایان دادن به رژیم ملاها مشارکت کنند. رژیمی که تنها خشونت و تروریسم را می‌شناسد، گروگان می‌گیرد و باج‌خواهی می‌کند. ما برای مدت طولانی ساکت مانده ایم. اگر که عمل نکنیم شریک جرم تلقی خواهیم شد. و بنابراین به همین خاطر در این نوروز برای شما آرزو میکنم که دموکراسی و آزادی در کشور ایران برقرار شود.
keep dreaming. من به رویاهای خودم ادامه خواهم داد، مبنی بر اینکه از ایران بازدید کنم در کنار دوستان ایرانی خودم. من همچنان به رویاهای خودم ادامه خواهم داد که شما قادر باشید که به ایران بازگردید بدون هیچ گونه ترسی برای جان و ایمنی خود. و من همچنان به رویاهای خودم ادامه خواهم داد که جوانترین شما قادر باشد که بتواند با سرزمین مادران خودشان و والدین خودشان ارتباط برقرار کنند و دیگر شرمنده نباشد به خاطر رژیم ستمگری که در اون کشور حاکم هست. در هر حال من همچنان در کنار شما خواهم بود تا اینکه این رویاها به واقعیت بپیوندند در اسرع وقت. زن، زندگی، آزادی. متشکرم. Woman, life, freedom. زن، زندگی، آزادی. Woman, life, freedom. زن، زندگی، آزادی. Thank you so much, Sophie. خیلی ممنونم صوفی. یسرا کنار من هست که از ونیز ایتالیا به این ترجمه اومده. یسرا، میخوام از شعار زن، زندگی، آزادی بگید. طی 6 ماه گذشته در تمام دنیا به زبانهای مختلف سر دادن مردم این شعار رو. برای تو چه معنی داره؟ زن، زندگی، آزادی به نظر من کاملترین شعار تو دنیا است، نه فقط در واقع در این اتفاقی که تو ایران افتاده، و انقدر در قلب من هست این شعار که همینطور که میبینین همون در واقع اولی که این اتفاقات شروع شد روی بدنم دوست داشتم که حک بشه، و همین قدری که زیر در واقع روی گردنم حک شده روی قلبم حک شده است، و به نظرم شعاری هستش که ارزش این رو داره که ما تا لحظه آخر براش بجنگیم واقعا. خب دعوتتون میکنم برنامه بعدی آغاز شد، به روی استیج بریم تا با مهمان بعدی خواهم بود. Bahar, 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 b
مرسی. زن زندگی آزادی. طی 44 سال عمر جمهوری اسلامی تجمعات مختلفی در کشورهای مختلف برگزار شده، اما شش ماه گذشته اروپایی ها آمریکایی ها شاهد تجمعات بی‌نظیری بودند، تجمعات ایرانیان با گرایشات مختلف سیاسی اما با یک هدف در کنار هم. آقای آرش جودکی پژوهشگر فلسفه کنار من است. آقای جودکی، این چنین تجمعات و تلاش سیاستمدارها برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی رو دارید مشاهده می‌کنید، فکر می‌کنید گام‌های بعدی برای اینکه این عملی بشه چیه؟ سلام، خیلی ممنون، نوروزتون پیروز. یه سری چیزا از دست ما خارجه، در اینکه تا وقتی که جمهوری اسلامی سر کار اروپا و آمریکا، اروپا و همه کشورهای جهان باش رابطه خواهند داشت، اون دولتی که سر کاره، چیزی که فشار خواهد آورد به این کشورها خیزش درونی ایرانه. این خیزش میتونه اینا رو به فکر بیاندازه که باید به آینده فکر کنن، نه اینکه الان به سود همین لحظه شون فکر کنن، چون آینده ایران برای با جمهوری اسلامی نیست و اینا باید شون میدن که کنار مردمن، ولی این باید از درون ایران بیاد. برای اینکه بتونه درون ایران بیشتر پربار بشه، من فکر می‌کنم کاری که ما توی خارج میتونیم بکنیم، همین چیزی که گفتیم، خب این اولین بار 44 سال بعد از 44 سال چنین همبستگی بین ایرانیا وجود داره. خب علتش اصلی کم اینه که زن زندگی آزادی در حقیقت تبلور و چکیده تمام خواستای ایرانی هست، همه ایرانی هست. در نتیجه ما هم باید بیرون از کشور نشون بدیم که ما هم همبسته ایم تا این تصویری که باستا پیدا میکنیم تو ایران به اونا یه انگیزه بیشتری بده. من برمیگردم بازم با شما، دعوتتون میکنم قرار یک پیام ویدیویی اینجا پخش بده. خب فکر کنم پیام ویدیویی هنوز آماده نیست. آقای جودکی، از همبستگی گفتید، شش ماه گذشته بی‌نظیر بوده، خیلی از سیاستمداران کشورهای اروپایی این رو از آن داشتن در صحبتاشون، از تجمعات گفتن، این چقدر میتونه تاثیر بذاره رو این جلسات امروز، مثلا جلسات سران اتحادیه اروپا؟ خیلی زیاد، برای اینکه ما اولا باید نشون بدیم که جدی هستیم و با هم همبسته ایم. اگه قرار ببینیم عراق جلوی چشمون، البته من نمیخوام این دو تا کشور رو با هم مقایسه کنم، چون تاریخ ایران با تاریخ عراق با کشور دیگه فرق داره. تا ایران یک کشور قدیمی تر با یک سابقه خیلی پیشینه دولت مداریه و یک سابقه بیشتر، و از نظر سیاسی هم ایران کشوریه که تجربه انقلاب داره، چیزی که کشورهای بقیه نداشتن. ولی میخوام این یادآوری کنم که با اینکه همه متحد بودن در عراق وقتی که قبل از حمله آمریکا، دیدین نتیجه چی شد؟ در نتیجه اینا یه ذره باید حواسشون هست که به این صداهای ناهمگون اگه توجه کنم، میگن اون که اونجوری بود اینجوری شد، وای به حال اینا که از اول دارن با هم ساز مخالف میزنن. در نتیجه ما باید حتما همبسته باشیم. همبستگی ما اینه که باید روی حرفایی که میزنیم وایسیم، بدونیم که شرایط انقلابیه، یه قرار نیست همه حرف همدیگه رو بزنیم، ولی همه باید حرف همدیگه رو بشنویم. شما خب پیام ویدئویی رو میتونید مشاهده کنید. Has been implicated in arson attacks on synagogues in Germany. It has also attempted to assassinate U.S. citizens. سپاه پاسداران تلاش کرده که شهروندان آمریکا را در خاک آمریکا ترور بکنه. سپاه پاسداران در توطئه‌های درگیر بوده که بیاد و ایرانی‌های خارج از کشور رو تهدید بکنه از طریق حملات تروریستی. آمریکا شریک شده اطلاعاتی رو در ارتباط با سپاه پاسداران در مورد کسانی که در عملیات درگیر بودند با بقیه و انگلستان سهیم شده. پلیس و نیروهای امنیتی آمدند و حداقل 15 تا توطئه رو خنثی کردند که توسط جمهوری اسلامی بوده، برای دزدیدن و یا کشتن کسانی که در انگلستان مستقر بودند از سال 2022 به بعد. و کافی دیگه کافی است. ما اینجا هستیم که درخواست اقدام نماییم. ما خسته هستیم از اینکه بهانه‌هایی رو شنیدیم که میآورند برای اینکه سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار ندهند، و لازم هست که یک برنامه کامل و جامعی برای این امر در نظر گرفته شود. اتحادیه اروپا لازم هست که سیاست ایران رو در دستور کار خودش قرار بده، و ما می‌بینیم که سیاست‌های سال گذشته این اتحادیه با شکست مواجه شده. لازم هست که سپاه پاسداران در فهرست کشورهای تروریستی اتحادیه اروپا قرار بگیره، احتیاج به حکم دادگاه نداره. این امر می‌تونه از طریق مقامات ذی‌صلاح هم تصمیم گیری بشه در این مورد، و می‌توان تصمیم گرفت که این مجموعه رو یک دستگاه تروریستی تلقی کرد و برای اون اقدام کرد. در 14 دهه
که جمهوری اسلامی سر کار بوده است و ادله زیادی وجود داره که سپاه پاسداران در عملیات تروریستی ورود داشته که میتونه کتابخانه‌های زیادی رو به این ترتیب پر کرد. و ما میبینیم که کسانی که در خارج از ایران هستند، ایرانی ها، بیش از هر زمانی بسیج شدند و از فضای ایمن خود خارج شدند و بر علیه این کشور اقدام کردند. و خب این کار هم درست بوده، چون که همیشه دیدن که دولت ایران از واقعیت ها دور بوده. اگر که اتحادیه اروپا بیاد و تحریم بکنه رئیس جمهور روسیه رو که یک قدرت اتمی هست، قطعا میتواند که سپاه پاسداران رو هم به عنوان یک گروه تروریستی تحریم کند. اجازه نهید به اتحادیه اروپا و مقامات مربوطه که بهانه های قانونی رو استفاده بکنند برای اینکه تصمیمات ساده سیاسی اتخاذ بکنند. دائما اعتراض خودتون ادامه بدید، چون که اسیرات خودتون رو به این ترتیب میتونید روی این امر بگذارید. متشکرم. IRGC terrorists, put them on the list. IRGC terrorists, put them on the ماهور list. هست که اجراشو دقایقی پیش مشاهده کردید. آقای ماهور، طی 6 ماه گذشته در خیزش شروع با شروع خیزش انقلابی هنر اعتراضی زیادی، آثار زیادی دیدیم با نام هنر اعتراضی. شما هم اینجا امروز یک اثر داشتید با همین هنر اعتراضی. از این هنر اعتراضی بگید در این خیزش انقلابی اخیر. خواهش میکنم. بله، همونطور که گفتین یکی از خصیصه های این انقلاب همین بحث هنر اعتراضیش بود و من خودم هم حالا به عنوان یک کسی که یکم از هنر و خوندن و موسیقی میدونه، از همون روزای اول بران شدم که همراه بشم با این حرکت. قبل از این خیلی فعالیت سیاسی نداشتم، ولی خب انقدر این به اصطلاح بزرگ بود این خیزش و تو چشم همه مهم بود که من تصمیم گرفتم فریاد حق طلبی در واقع سر بدم. و از همون موقع هم با یک تیم خیلی خوبی ما سعی کردیم که کار انجام بدیم، چله سوز رو ساختیم و اخیراً هم برای این نوروز که در واقع یک نوروز متفاوتیه نسبت به نوروزهای قبل، ما یک کار ساختیم با دوستان به اسم هفت خون. که این کار اینجوری شروع میشه، میگه که این عید مثل عیدای سالهای قدیم نیست، هفت سین همه جا پر شده از عکس جوونا. و واقعا این چیزی بود که ما رو بران داشت که این کار رو بسازیم و اینجا اجرا بکنیم. خیلی ممنون. خب نماینده پارلمان اروپا، فکر کنم اوین انجیر باشه یا نماینده دیگه، ولی از نماینده پارلمان اروپا رو سن هست، با هم میتونیم بیننده باشیم. ما خواهان اقدام هستیم از طرف اتحادیه اروپا. لازمه که از حرف به عمل تبدیل بشه امور. زمان اون رسیده که سپاه پاسداران برچسب آنچه که هست رو دریافت بکنه. سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است و به همین خاطر باید برچسب تروریستی را دریافت کند. زمان آن رسیده است که تمامی این وحشت و ترس را کنار بگذاریم از این رژیم فجیعی که در ایران حضور داره و لازمه که با قدرت عمل بکنیم. به عنوان کشورهایی که خواهان دموکراسی هستیم، تمام مردمی که اینجا هستند و تمام مردمی که در ایران خواهان دموکراسی هستند. دوستان، 6 ماه گذشته از زمان کشته شدن جینا مهسا امینی. ما همچنان او را به خاطر خواهیم آورد و همچنان همه خانم‌ها، دختران و متحدینی را که در خیابان‌ها حضور پیدا کردند و خواهان دموکراسی شدند و آزادی شدند برای تمامی مردم در کل ایران به خاطر خواهیم آورد. دیگه هر چی بوده کافی است. الان زمان آن رسیده که رژیم ایران عقب نشینی کنه و به زیر سنگی بره از همون جایی که از اونجا آمده بوده. آینده ایران روشن است با تمام مردم آن. و من اینجا ملاحظه می کنم که آینده واقعا به چه نحوی می تواند به نظر بیاید و مجدداً این مسئولیت جامعه بین المللی است که اون مقدار کار جزئی که می تواند در جهت دفاع از مردم ایران انجام دهد. مردمی که جان خود را در خیابان‌ها فدا می کنند. بار دیگر، زن، زندگی، آزادی. جنجیان آزادی. دوستان،
from a free Iran. دوستان عزیز از ایران آزاد، مفتخریم که شما در اینجا حضور دارید. ما در همبستگی با شما ایستاده ای و همچنین با مردم ایران. همچنان به استقامت در مقابل رژیم ایران ادامه دهید. اشتباه نکنید، این امر هنوز به پایان نرسیده. تا وقتی که شما تسلیم نشوید، اونها هم تسلیم نمیشوند و ما هم تسلیم نمیشوند. همکار من و من در ژانویه از همون خواسته شد که از این جنبش حمایت بکنیم و ما این کار رو برای دومین بار و سومین بار انجام دادیم. حال لازم هست که سپاه پاسداران رو عنوانی براش بگذارند که لایق آن هست، تروریست. و به علاوه من مایلم که با شما رویا پردازی کنم، چون که رویای یک ایران آزاد امری نیست که هرگز اتفاق نیفتد، حتما اتفاق خواهد افتاد. اجازه دهید خدمت شما عرض کنم، چند روز پیش یکی از دوستان من در هلند که ایرانی هم هست این رویا رو با من سهیم شد. اون خانم من رو دعوت کرد که در یک فستیوال شرکت بکنم در میدان آزادی تهران. قرار بود که این امر عظیم باشد، قرار بود موسیقی از شروین حاجی پور، قرار بود که رقص باشه در برابر برج آزادی و بهتر از همه هیچ کس لازم نبود که بترسه از اینکه بازداشت بشه و این امر الان هنوز نمیتونه اتفاق بیفته، ولی به زودی اتفاق خواهد افتاد و مردم ایران جشن خواهد گرفت آزادی خود را، چرا که آزادی خواهد آمد. زن زندگی آزادی. بای بای. خیلی متشکرم. خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید. این دقیقاً آن چیزی است که ما خواهان اون هستیم. ما خواهان تغییر هستیم. ما خواهان تغییر هستیم. ما خواهان آزادی هستیم. ما خواهان دموکراسی برای مردم ایران هستیم. میهمان بعدی ما یک هنرمند زیبایی است با نام جاسمین کارا. این خانم موسیقی تحت عنوان تغییر خودش رو برای ما اجرا خواهد کرد. جاسمین، بفرمایید. Thank you.
اجرای جسمین رو دیدید که با شعار زن زندگی آزادی هم این اجرا رو به پایان رسوند. داخل جمعیت هستم، از کشورهای مختلف، حتی کسی رو دیدم من که از ژاپن برای سومین بار به اروپا اومده تا بتونه در این تجمعات شرکت کنه. دو نفر اینجا کنار من بودن که دیدم از هلند اومدن همراه چرخشون. وقتتون بخیر، خسته نباشید. گفتید از هلند اومدین، چرا اینقدر مهم این تجمع حضورتون در اینجا؟ باید برای ایران آباد و پیش رو انقلاب مردم باید تلاش کرد. تو ایران یه جور دیگه، اینجا یه جور دیگه. دیدم یه بارو بندیلی هم دارید. نه، پرچم چند تا سایدی که آوردی برای بچه‌ها استفاده کنم. خیلی ممنون. ایرانی هایی که در این تجمع شرکت میکنن خودشون سعی میکنن پرچم تهیه کنن، پلاکارت های مختلف تهیه کنن. بارها اینو من در تجمعات مختلف در اروپا گفتم، این ایرانیان از شهرهای مختلف اومدن، چمدان سفر ندارن، اما به جای چمدان سفر همراهشون پلاکارت های مختلف با شعارهای مختلف در دستشون هست تا بتونن اینجا اینها رو به اهتزاز در بیارن و نشون بدن، مثلا شعارهایی برای قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی. خواسته اصلی این ایرانی ها هست، اما این ایرانی ها با گرایشات متفاوت سیاسی هستند، اما اینجا در کنار هم هستند، به یک هدف بر علیه جمهوری اسلامی و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و یک ایران آزاد. دعوتتون میکنم، برنامه سه شروع شد، بیننده و شنونده باشید. و پژواک خواسته های ما باشید. ما امضا کنندگان این بیانیه خواستار موارد زیر می باشیم. یک، جلب حمایت بین المللی در برسمیت شناختن انقلاب زن زندگی آزادی از طریق گفتگو و روشنگری با دولت‌های کشورهای دموکراتیک و نهادهای بین المللی و یادآوری نقش مخرب جمهوری اسلامی در منطقه و عرصه بین الملل و تبیین نقش سازنده ایران آزاد بدون جمهوری اسلامی در سطح بین المللی و شکوفایی منطقه. دو، تأمین دسترسی آزاد ایرانیان داخل کشور به اینترنت و گردش آزاد اطلاعات از طریق کوشش عملی برای دستیابی گروه‌های مبارز به ترمینال‌های استارلینک جهت استفاده برای اطلاع رسانی و پشتیبانی از اعتراضات و اعتصابات. سه، منسجم کردن اعتراضات خیابانی در سراسر کشور توسط مجموعه همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران از طریق سازماندهی و راهبری فراخوان‌ها. ما در درون ایران خود را متعهد به ساماندهی هدفمند اعتراضات مردمی می‌دانیم. چهار، حفظ دارایی‌های متعلق به کشور ایران، منقول و غیر منقول، در داخل و خارج از ایران و جلوگیری از سوء استفاده و مصادره آن توسط افراد و گروه‌های مختلف. پنج، حمایت از اعتصابات سراسری. این مهم با پشتیبانی مالی از کارگران، آموزگاران، کارمندان، رانندگان کامیون و کسبه‌ای که در اعتصابات سراسری مشارکت می‌کنند، از طریق دسترسی به اموال مسدود شده مردم ایران در بانک‌های سراسر دنیا و با تشکیل صندوق حمایتی در خارج کشور و مشارکت ایرانیان دور از میهن و همچنین مهیا ساختن تمهیدات لازم میسر می باشد. هر ایرانی روزی یک دلار.
6 روشنگری درباره حق دفاع مشروع. این مهم به طور حتم در برگیرنده بندهای 3 و 4 نیز می باشد. بدیهی است که سرسپردگان خامنه ای خائن جز به قتل ما راضی نیستند و در درازای بیش از 6 ماه گذشته همگان شاهد جنایات آن بوده و هستند. ما هر شکل از خشونت را نفی می کنیم و به اصول مبارزه خشونت پرهیز پایبند و آگاه هستیم، اما دفاع از جان خود و سایر معترضان خیابانی و اعتصابیون را مهم و وظیفه می دانیم. هفت افزایش فشار مؤثر و نه تبلیغاتی بر رژیم جمهوری اسلامی از طریق اخراج سفرای جمهوری اسلامی و کاهش سطح روابط دیپلماتیک با این حکومت آپارتاید جنسی و مذهبی. هشت ناکارآمد کردن قلب دستگاه هراس افکنی و سرکوب حکومت از طریق قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست سازمان‌های تروریستی توسط اتحادیه اروپا و کشورهای غربی. اسلامی در مراجع زی صلاح بین المللی. 11 حمایت و پشتیبانی از زندانیان سیاسی، عقیدتی و دیگر اندیشان. صدای زندانیان سیاسی باشید. بسیاری از آنها حتی نامشان در هیچ کجا ذکر نشده و در هیچ سیاهی ثبت نشدند. 6 ماه گذشته به دور از هیچ باج‌خواهی سیاسی همراه ملت ایران بوده اید قدردانی می‌کنیم و از همه آزادی‌خواهان ایرانی می‌خواهیم برای احترام به خون‌های بی‌گناه ریخته شده در این 44 سال، به ویژه در انقلاب جاری، به دور از اختلافات عقیده و سیاسی بر روی نقاط اشتراک متمرکز شده و با همبستگی و یکپارچگی خود ما را بیش از پیش دلگرم کرده و پشتیبان ما باشید.
سیاستمداران کشورهای جهان به ویژه اروپا و آمریکاست. اینک نوبت شماست که انتخاب کنید در کدام سمت تاریخ قرار گرفته اید، سمت مردم ستم دیده و آزادی خواه ایران یا سمت نظام مستبد و تروریست پرور جمهوری اسلامی؟ ما مردم ایران در این روزهای سخت نظارگر این هستیم که چه کسانی پشتیبان مبارزه ما بودند و چه کسانی دستان خونالود دیکتاتور را برای منافع ناپایدار و زودگذر بیگرمی فشردند. قطعاً پیروزیم و هیچ چیز را فراموش نخواهیم کرد. پاینده ایران، گروه اتحاد مبارزین استانهای ایران، پنج شنبه سوم فروردین 1402 برابر با 23 مارس 2023. پاینده ایران. خب شش ماه گذشته تجمعات زیادی در شهرهای مختلف اروپایی، صدها تجمع بزرگ و کوچیک اینجا برگزار شد. حالا مردم اروپا با مبارزات مردم ایران آشنان. اینجا ایرانیان شعارهای مختلف سر دادن در شش ماه گذشته و صدای مردم داخل ایران بودن. این گونه تجمعات تدارکات زیادی نیاز داره. یکی از برگزارین و مسئولین این تجمعات نگین نمازی کنار من است. میخوام از این تجمعات بگی، از حال و هوای خودتون، داوطلبینی که به شما میپیوندن برای کمک کردن. میدونم گروه بیش از 100 نفر دارم به شما کمک میکنم برای برگزاری چنین تجمعاتی. درسته مهران، همونطور که گفتی بیش از 100 نفر از اکثر نقاط اتحادیه اروپا، شهرها و کشورها به صورت داوطلب و فراحزبی شب و روز کمک کردن. برنامه ریزی به این بزرگی واقعا مسئولیت بزرگی و همه با انگیزه فراوان با شعار ایستاده ایم تا پایان واقعا تمام تلاششون رو کردن که این روز انجام بشه. برای بار سوم در راستای تروریستی اعلام کردن سپاه ما اینجا دور هم جمع شدیم. نگیم میخوام اینو بپرسم ازت. خب این تجمع سه ماه گذشته، سه تا تجمع، آیا استرس اینو دارید مثلا در یکی از این تجمعها مثلا ایرانی ها حضور پیدا نکنن؟ فکر کنید میبینید الان بازم هزاران نفر اینجا برای سومین بار جمع شدن. از اینکه حضور پیدا نکنن چنین استرسی نداریم، مطمئنیم این انقلاب خاموش نخواهد شد. ما وایسادیم اینجا محکم، ولی از اینکه شاید تعداد در حین انقلاب کم بشه، زیاد باشه، فکر کنم یک روند طبیعی باشه. ولی حتی الان عید نوروز یک روز کاری، بازم میبینی که جمعیت از اکثر نقاط اومدن. این یک پیغام محکمه که انقلاب ما خاموش نمیشه. ما هموطنهای داخل ایران رو فراموش نکردیم و ایستاده ایم کنارشون دوش به دوش. این کمترین کاریه که ما میتونیم در این راه همراهی کنیم هموطنهای داخل ایران رو. خب تجمع کننده ها شعارهای مختلفی سر میدن، به جز این که خاصه اصلیشون رو میگن و اونم قرار گرفتن سپاه در لیست تروریستی از ائتلاف و همبستگی میگن. میخوام دعوتتون کنم بخشای از این شعارها رو بشنوید. اگه دیدی درد مردمو ولی چشاتو بستی، ظلم به مظلوم رو دیدی و از کنارش رفتی، اگه از ترس یا واسه منفعتت خوده کردی، تو هم دست ظالم هستی، تو هم مجرم هستی. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط بازی وسط بودی و گفتی سیاست چی هست، بدون رأی سفید نداریم، بی‌طرف نداره این جنگ. اگه دست رو چشمات گذاشتی دستات خونین، خائنی اگه تریبون داری و حرفات بومیدن، دوری از وطن و دوربینای ما کمسون نیستن، یادت باشه کسافتای پشت ابر لو میرن. اگه سرپوش گذاشتی رو قتل، تو هم قاتلی، واسه پوشوندن جنایت باید رو خون راه بری، بدون مال کشیدن تو این سیستم کامل نیست، ایران اینقدر زندان داره که همتون جا بشین. ژورنالیست بازاری، مخبر دوزاری، هنرمند درباری، سوراخ موش بخر، مامور مزدور، از بالا دستور، جلاد مجبور، سوراخ موش بخر، توپ اطمینان، منصوب بی اختیار، اصلاح طلب حزب با سور
رو خوش بخر صادراتی نایی یا کسی رو رو کشار جایی بده هرچی دلار داری سوراخ موش بخر چه هنرمندی که خبر از نون بری نداری شاشیدم به اسکار تگ مردمی نباشی پاره میکنم کلافتو که دیگه چرن نبافی چه شهاب دولتی باشی چه از خر فرهادی چه بازیکن حکومتی و چفی الیسی چه بازیگر صادراتی و اله ایکسی شما خود فروش پولی نزده مقام فیکسین حیف سالو جیر خورا شما از خلایق نیستین لاشی کارون باب مدنی که پر نمیشه خوزستان جتون نمیخواد صاحب کل نمیزه آزادی گرونه باشه آزاده کشته میده یادتون باشه خون فقط با خون شسته میشه تیر بزن از پشت سر بکشتش نهارو به قتل حق خواه نامسلح افتخار کن بیرون مرز به جنایت بزن رنگ و لعاب رو بگیر از من مژده فردا و تقاص رو جورنالیست بازداری مخبر دوزداری هنرمند تر این قسمت همه با هم مامور مزدور از بالا دستور جلاد مجبور سوپا پیت مینان منصوبه بی اختیار اصلاح طلب حزب باز سوراخ موش بخر دادراتی نایی یا کسی رو رو کشار جایی بده هرچی دلار داری منتظر ناجی نباش خبری تو راه نیست نجات دهنده خودتی خودت قهرمانی من و تو اگه ما بشیم کرانیم ما منجی زمانیم امام زمانیم خب اونچه که دیدید تصاویری بود از تجمع ایرانیان در بروکسل من از شما خداحافظی میکنم دوباره به بروکسل برمیگردیم ادامه اجرا رو همکارم الناز کیانی با شما خواهد باید بره تو لیست تروریستی این شما و این علیرضا آخوندی اینطوری شروع کنم واقعا دوستتون دارم از صمیم قلب یه روز پنجشنبه نوروز از همه از سر کاراشون تعطیل گرفتن زحمت کشیدن از کنار خانواده هاشون اومدن خیلی ها 15 ساعت رفت و برگشت تو اتوبوس نشستن 18 ساعت 19 ساعت بله دستتون واقعا درد نکنه واقعا دستتون درد نکنه بهتون افتخار میکنم هیچ وقت اینو یادتون نره که تک تک شما که الان اینجا هستید تک تک شما مهمید ارزش دارید واسه اون 20,000 نفری که الان تو زندانای ایران دارن شکنجه دارن میشن با میله با ابزار دیگه دارن کتک میخورن واسه کسایی که دارن تو زندانا دارن بهشون تجاوز داره میشه بلندتر بهتر اوکی یادتون نره که الان 20,000 نفر از هموطنای ما تو زندانای ایران دارن شکنجه دارن میشن دارن بهشون تجاوز داره میشه چندین هزار نفر از هموطنای ما از گوشت و پوست و خون جونشون رو واسه این انقلاب واسه آزادی از دست دادن
من دیشب با یه نفر داشتم صحبت میکردم، یکم ناراحت بودم سر یه چیزی. ایشون با من شروع کرد صحبت کردن، گفت من 20 سالم بود شب تابستون رفتم بیرون سطل آشغال بریزم بیرون کنار خیابون. اون روز اون شب اومدن ایشونو کردن توی گونی، 13 سال 8 ماه و 10 روز تو زندانا، نصف بدنشو انقدر زدن نصف بدنشو کار نمیکنه دیگه. ببینید که این دشمن ما چه کسانی هستن، چه بیشرمن، چه بیرحمن. آقای پدر خانم غزال شهرمهد تو دبی روز روشن تو فرودگاه اومدن کیدنپش کردن، اشخاصی تو خاک اروپا کشتن. تو همین شهری که الان هستیم یک عالمه جاسوس جمهوری اسلامی هست، یک عالمه. و ولی من مطمئنم که نور همیشه رو تاریکی میبره. نور همیشه از تاریکی میبره. سال نو ما روزی شروع میشه که این رژیم قاتل از بین بره و ما بتونیم کنار هم با کمک هم بتونیم یک کشور آزاد، زیبا، برابر بتونیم بسازیم که کسایی به خاطر عقیده هاشون شکنجه نشن، کسایی که تو خیابون میرن فقط از حق و حقوقشون میخوان حرف بزنن. و این روز میاد. من تو این مسابقه های آخرم چندین دفعه تکرار کردم، بزرگترین دشمن ما جمهوری اسلامی نیست. بزرگترین دشمن ما ناامیدیه که جمهوری اسلامی سعی میکنه بین ما پخش بکنه. و یه خواهشی دارم به هیچ عنوان نذارید این ناامیدی که اینا سیستماتیک با کمک آرمی سایبری که دارن بذارید بین ما رشد بگیره. ازتون واقعا خواهش میکنم. ایستاده ایم تا پایان. واقعا چه شعار زیبایی. ایران رو پس میگیریم. خب عزیزان، الان میدونم یه سری ها سوال میکنن کجا هستیم رو برنامه؟ چرا امروز ما اینجاییم؟ خیلی مهمه که هممون بدونیم چرا ما اینجاییم الان. الان تو ساختمان‌های پشتتون نخست وزیرای اتحادیه اروپا، نخست وزیرا جلسه دارن امروز و فردا. ما این قدمی که می‌خوایم اروپا برداره قدم خیلی سختیه. این قدمیه که واسه شون توی شرایطی که الان ما جنگ داریم تو خاک اروپا، تو اوکراین انرژی کرایسیس داریم، تورم داریم، ما میخوام یه مشکل خیلی بزرگ رو بذاریم روزانوشون. و باید این درک باید باشه بینمون که ما این قدمی که میخوایم اینا بردارن خیلی سخته. هزاران میلیارد یورو سالیانه واسه شون خرج داره.
واسه همینم که فعلا رو حرف نماینده های مردم اتحادیه اروپا رو گوش نکردن. ما تجمع داشتیم تو استراسبورگ، رئیس پارلمان اروپا اومد رو استیج وایستاد، گفت من تا کنار مردمی. من رفتم تو پارلمان، سشن رو باز کرد، گفت نماینده های مردم اروپا شما باید کنار مردم ایران باشید. سه روز بعدش قطعنامه تصویب شد. همین هفته پیش یه قطعنامه جدید تصویب شد که درخواست داشتن از وزیرا، از نخست وزیرای اتحادیه اروپا که این قطعنامه ها رو به اجرا برسونن. ولی ما میدونیم که این قدم خیلی سخته، ما میدونیم که باید ادامه بدیم. شما اینجا به خاطر من نیومدید، به خاطر سخنگوهای دیگه نیومدید، شما اینجا اومدید به خاطر آزادی مردم ایران، به خاطر آزادی مردم ایران. شخص علیرضا تو این اصلا مهم نیست. ما این جنبشی که داریم کنار هم داریم میریم. تک تکتون تو این جنبش مهمین. بدون صدای شما، بدون کمک شما، بدون سکرفایسی که شما دارید انجام میدید، ما موفق نمیشیم. ولی اگه هممون نذاریم خستگی، ناامیدی و مشکلات روزانه‌ای که تو زندگی همه هست نذاریم رومون تأثیر بذاره، ادامه بدیم. من اینو بهتون قول میدم، دیر و زود داره ولی سوخت و زوز نداره. من مطمئنم سپاه پاسداران رو به عنوان تروریست اروپا اعلام خواهد کرد. مطمئنم، این قول رو من بهتون میدم. الان بعد این تجمع دوباره میریم مذاکراتی که تو اتاقای اون ساختمانای اون پشت داره انجام میشه، با وزیرا، با سفیرا، با نماینده های پارلمان های مختلف. مذاکرات خیلی زیاده. چندین کشور به من شخصا گفتن، تو پابلیک گفتن که میخوان سپاه پاسداران تو لیست تروریست اروپا بره. چندین کشور اینو به من قول دادن. ولی چند تا کشور هستن که هنوز دارن اذیت میکنن. چند تا کشور هستن، اینطوری بهتون بگم، ما مشکل خاصی شمال اروپا نداریم، مشکل خاص جنوب اروپا داریم، تا این حد میتونم بگم. بنابراین ما باید ادامه بدیم، زحمتایی که داریم میکشیم ما ادامه بدیم، فشارهایی که نیازه، جاهایی که نیازه. کالندر امروز اصلا روز خوبی نیست واسه تجمع، یه پنجشنبه، یه ماه بعد تجمع قبلی که داشتیم. ولی کالندر رو من انتخاب نمی کنم. اینا چندین ماه پیش دیت رو ست کرده بودن که امروز اینجا جلسه داشته باشن، یه روز کاری، یه روز پنجشنبه. ولی این همه آدم، خیلی کمتر از دفعه پیش هستیم، خیلی کمتر از دفعه پیش هستیم، ولی این همه آدم بازم زحمت کشیدن اومدن و مطمئن باشید که اونا صدای ما رو میشنون، صدای ما رو میشنون. و مطمئن باشید که ما به مقصدمون میرسیم. واقعا دوستتون دارم، از صمیم قلب میگم، واقعا تشکر میکنم. مرسی که خسته نمیشید، مرسی که ناامید نمیشید. دستتون درد نکنه، دستتون واقعا درد نکنه. یه شعار: زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی، ژن جیان آزادی، ژن جیان آزادی، ژن جیان آزادی.
دوستتون دارم و ما قول بهتون میدم به مقصدمون میرسیم. این قول من بهتون میدم. خب بیننده و شنونده صحبت‌های علیرضا آخوندی نماینده ایرانی تبار پارلمان سوئد بودید. علیرضا آخوندی به مردم گفت من میدونم شما برای آزادی ایران اینجا آمدید، نه برای هیچ سخنرانی، و اینجا در کنار هم هستید تا به آزادی در ایران برسید. شما از پاریس به اینجا اومدید، این حال و هوای ایرانی ها رو در سومین روز نوروز میبینید، چه حسی دارید؟ مسلماً اینجا هستیم که برای دادخواهی خواهرامون، فرزندامون در ایران صداشون باشیم و فریاد بزنیم و عدالت رو بخوایم ازشون و بخوایم از دولت‌های اروپایی که دست از ریاکاریشون بردارن و این سیرک سیاسی رو کنار بگذارن. ما عمل می‌خوایم، صحبت دیگه بسه. شما بفرمایید از کجا تشریف آوردید؟ من از آلمان اومدم و اومدم به مردم ایران بگم شما تنها نیستید. ما زنای ایران رو تنها نمیذاریم. هر جای دنیا که باشه ما صدای شماییم، ما پشت شماییم. چه پیامی برای معترضین در ایران دارید؟ چنین تجمعی رو وقتی میبینید مردم در کنار هم با گرایشات مختلف سیاسی؟ این اتحاد واقعا، این خون و این اتحاد یه چیزیه که فراموش نشدنیه و ماها رو به هم ربط میده و ما با هر عقاید و هر گرایشی که هستیم کنار هم وای میسیم تا پیروزی و آزادی. خب سخنران بعدی از شورای دادخواهان ایران رامتین فتحی که خودش طی 6 ماه گذشته پدرش در زندانهای ایران از دست داد و جزو خانواده‌های جان باختگان خیزش انقلابی اخیر به خانواده‌اش پس ندادند. رامین فاتحی از همان روزهای نخست انقلاب زن زندگی آزادی همانند هزاران ایرانی دیگر در خیابان‌ها بر علیه جنایات، کشتار و تبعیض رژیم جمهوری اسلامی دست به اعتراض زد. 8 روز پس از ربوده شدن توسط سرکوبگران رژیم و تحمل وحشیانه ترین شکنجه های اداره تروریستی اطلاعات سنندج در تاریخ 21 اکتبر به دست جلادان رژیم زیر شکنجه جان باخت. از شناختی که من از پدرم دارم، اگر دوباره زنده میشد باز هم در برابر جنایات و بی‌عدالتی های این رژیم سکوت نمی کرد و تا آخرین نفس برای آزادی مبارزه می کرد. ما امروز تنها نیستیم و در کنار میلیون‌ها ایرانی آزادی‌خواه راه این قهرمانان را تا رسیدن به آزادی و برابری و دموکراسی ادامه خواهیم داد. متنی که برایتان می‌خوانم از جانب شورای انقلابی دادخواهان و خطاب به همه شما عزیزان است. ما خانواده‌های دادخواه که از ابتدای بهمن 57 تا به امروز هر کداممان عزیز یا عزیزانمان به دستور حاکمان رژیم ضد بشری مسلط بر ایران به قتل رسیده اند. سند زنده برای سالها جنایات، شکنجه، ارعاب و بربریت رژیمی هستیم که به زور اسلحه بر سرزمینمان سلطه پیدا کرده. بدانید که عزیزان ما در راه آزادی و ارزش‌های جهان شمول حقوق بشر جان خودشان را از دست داده اند. ما باور داریم بر این که فرماندهنده اصلی این جنایات در حال حاضر شخص علی خامنه‌ای به عنوان فرمانده کل قوای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی است که جانشین سلف جنایتکارش روح الله خمینی است.
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی که ما ترجیح می‌دهیم به جای استفاده از واژه قانون از واژه فرمان استفاده کنیم، هیچ فعل مهمی در کشور انجام نمی شود مگر اینکه مورد تایید او قرار بگیرد و هر جنایتی که توسط سپاه پاسداران در داخل و خارج ایران انجام می شود تحت دستور مستقیم اوست. شکنجه، آدم ربایی، قتل معترضان بیدفاع در خیابانها و زندانها، ترور شخصیتهای سیاسی دموکراسی خواه و اهالی قلم در داخل و خارج کشور. بخشی از جنایات سپاه پاسداران به عنوان ابزار حکومتداری رژیم حامی تروریست بوده است. در نظر داشته باشید که سپاه سعی کرده خود را به شکل یک بخش نظامی نشان دهد، در حالی که ارعاب، سرکوب، ترور و صدور بنیادگرایی در چارچوب هیچ نیروی انتظامی در جهان نیست. تجربه و مستندات فراوان از جنایات نظامی این سازمان مسلح در ایران، سوریه، یمن، عراق، لبنان و اسرائیل نشان می‌دهد که این اژدهای مافیایی هزار سر قابل کنترل نخواهد بود. دقیقاً پیش از حذف شدن قاسم سلیمانی تروریست در اکتبر 2019، بیش از 1500 نفر از معترضان در خیابان در 3 روز به دستور این فرمانده تروریست سپاه قدس به قتل رسیدند. قساوت اعضای جنایتکار سپاه علیه بیگناهان قابل توصیف نیست. سپاه با ارسال ادوات نظامی به روسیه مشارکت مستقیم در شعله‌ور تر کردن جنگ در اوکراین داشته. شاید برای شما جنایات و شکنجه و قتل عام‌هایی که سپاه پاسداران در مناطق مختلف ایران به خصوص در کردستان و سیستان و بلوچستان انجام می‌دهد مهم نباشد و شما صرفاً به منافع کوتاه‌مدت خود می‌اندیشید، اما در نظر داشته باشید که روزی مماشات مقطعی سیاستمداران گذشته شما با هیتلر چه بلایی بر سر اروپا و جهان آورد. رژیم جمهوری اسلامی و رژیم نازی‌ها تنها در زمان و مکان با هم متفاوتند. ما از پارلمان اروپا برای درک درست خطرات سپاه برای امنیت جهانی سپاسگزاریم و از شما دولت‌های اروپایی می‌خواهیم که این درک و انتخاب درست را داشته باشید. آقای بورل میگوید دادگاه باید سپاه تروریستی پاسداران را در لیست تروریستی بگذارد. آقای بورل چنین پروسه‌ای را برای داعش و القاعده هم درخواست می‌کند؟ آیا آقای بورل چنین پروسه‌ای را برای داعش و القاعده هم درخواست می‌کند؟ فراموش نکنید که اگر شما می‌خواهید باغ‌های زیبایتان را حفظ کنید، بدانید سپاه پاسداران که به مردمان خودش رحم نمی‌کند، به محض اینکه فرصتش را پیدا کند، به هیچ کس در جهان رحم نخواهد کرد. برای دفاع از باغ‌های زیبا و امنتان نگذارید تاریخ به شکلی دیگر تکرار شود. رژیم فاسد حاکم بر ایران به هیچ وجه شباهتی به داعش و طالبان ندارد و به شکلی به غایت مخوفتر، پیچیده‌تر و ثروتمندتر از آنهاست. ما ایرانیان به طور عام و خانواده‌های دادخواه به طور خاص، به عنوان مردمی که این موجود خطرناک ایدئولوژیک را میشناسیم و با تمام وجودمان تجربه اش کرده ایم، میدانیم که افق پیش روی سپاه محدود به این میدانهای جنگی که در آن درگیر است نخواهد شد و در راستای توسعه جبهه بنیادگرایی خود بر علیه امنیت بین المللی به خصوص کشورهای دموکراتیک دست به عملیات‌های مخربی خواهد زد. ما شما را دعوت می‌کنیم که به سیاست مماشات همانطور که پیشینیان شما در پیش از جنگ جهانی دوم عمل کردن نپردازید و برای حفظ صلح جهانی و کمک به پیروزی و دموکراسی در ایران این موجود مخوف را تا دیر نشده از پای بیاندازید.
جن جان آزادی، زن زندگی آزادی. صحبت‌های رامین فاتحی رو شنیدید. رامین فاتحی در 26 دی ماه، زمانی که تجمع استراسبورگ بود، زمانی که طناز خامه داشت ازش سوال می‌پرسید، از پدرش گفت و درخواست کرد که زندانیان سیاسی آزاد بشن. اون موقع در واقع نیروهای امنیتی اونو دستگیر کرده بودن. همون روز مطلع شد که زیر شکنجه های نیروی امنیتی پدرش رو از دست داده. خب کنار من یک خواهر و برادر هستن که از ساکن بلژیک هستید. میخوام بگم چنین تجمعهایی چقدر تأثیر گذاشته روی مردم بلژیک، شما که ارتباط دارید؟ در واقع ما 5 سال تو این کشور هستیم و الان به طور بی‌سابقه ای می‌بینیم که در واقع مردم بلژیک هم شاهد مظلومیت و در واقع نداشتن صدای مردم ایران هستن و شاهد این همه ظلم و جنایت رژیم تروریستی جمهوری اسلامی هستن و در واقع با این تجمعات، با این تجمعاتی که در خارج از کشور انجام میشه، خیلی بیش از پیش صدای مردم داره رسیده میشه به اروپا و در واقع حمایت می‌طلبن. من هم همچنین 5 سال ساکن بلژیک هستم. بعد از این تظاهرات قبلی خیلی میبینم که مردم بلژیک، دوستام، هم دانشگاهیام، خیلی از من میپرسن که چه اتفاقی داره میفته. اطلاع رسانی بسیار زیادی شده در حتی در شبکه‌های خود بلژیکی و فکر میکنم این برای انقلاب مفیده که مردم در اروپا بدونن که چه اتفاقی داره برای هموطنان ما داخل ایران میفته. و ما با این تظاهرات اعلام میکنیم که ما پشت مردم ایران، هموطنانمون در ایران هستیم. ممنون. خب برنامه بعدی جای موزیک هست. دعوتتون میکنم بیننده و شنونده باشید. The ones who are meant to stand for justice and democracy. I invoke the words of the great Dr. Martin Luther King to remind you that justice is indivisible. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. It is your moral duty to do what is right, what is just, to stand for the betterment of the world, for a safer world, for a more peaceful world. ما خواهان جهانی صلح‌آمیزتر هستیم، برای دنیایی که زن، زندگی و آزادی را می‌خواهد. این رژیم را آنچه که هست بنامید و سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار دهید. به برادران و خواهران خودم در ایران می‌گویم. بیش از 13 سال پیش وقتی که ندا آقا سلطان عزیز ما رو کشتن، من این آهنگ اسطوره‌ای پینک فلوید رو گرفتم و از اون یک سرود انقلابی ساختم و در اون موقع به خود وعده دادم که این آهنگ را همچنان خواهم خواند تا وقتی که دیگه نیازی به خواندن آن نباشد، تا وقتی که شما آزادی خود را به دست آورید. و به همین خاطر از همه شما امروز می‌خواهم که با من بخوانید. برای توماج صالحی بخوانید، من را همراهی کنید. برای محسا، برای کیان، برای سمیرا، برای تمام کسانی که ما دوستدار اونها بودیم، تمام قهرمانان کشته شده ما. آیت الله، این کودکان رو رها کن.
خانواده‌های دادخواه را به وجود آورد. طی 6 ماه گذشته افراد زیادی در تجمعات اعتراضی در ایران کشته شدن، زیر شکنجه کشته شدن، افراد زیادی نفس عذر شدن، چشم خودشون را از دست دادن. رامتین فتاحی کنار من هست، یکی از سخنرانان بود. پدرش در زیر شکنجه نیروهای امنیتی کشته شد، امروز اینجا سخنرانی داشت. رامتین، میخوام از تو بپرسم، وقتی چنین همبستگی رو میبینی، ایرانیان در چنین تجمعاتی شرکت میکنن، چه حسی به تو به عنوان یک خانواده دادخواه دست میده؟ سلام و درود. واقعا حس خوشایندی میده که بعد از 44 سال مردم شریف و آگاه سراسر ایران متحد شدن و بر علیه این رژیم جنایتکار و سفاک دارن مبارزه می کنند و من به عنوان یکی از اعضای شورای انقلابی دادخواهان واقعا خوشحالم که این اتحاد رو می بینم و ما مردم رو به اتحاد بیشتر دعوت می کنیم. واقعا به تنهایی نمیشه این رژیم رو از بین برد و ما باید همه با هم متحد باشیم تا بتونیم این رژیم رو سرنگون کنیم و فردای آزاد و برابری و دموکراسی برای ایران بیاریم، به امید روز آزادی و سرنگونی جمهوری اسلامی. خب، سخنران بعدی در روی استیج یکی از نمایندگان پارلمان اروپا است که در حال سخنرانی داره آغاز میشه. دعوت میکنم بیننده و شنونده باشید. همه زنان باید قادر باشند که به مدرسه بروند بدون اینکه ترسی داشته باشند و همه زنان باید بتوانند در خیابان‌ها با هر لباسی که می‌خواهند بدون هیچ گونه ترسی قدم بزنند. جرایم علیه بشریت در ایران صورت می‌پذیرد و وقتی که خواهران و برادران ما مورد حمله قرار می‌گیرند، به زندان انداخته می‌شوند، مورد تجاوز قرار می‌گیرند، کتک می‌خورند و کشته می‌شوند، ما نمی‌توانیم ساکت بمانیم. لازم هست که اعتصاب کنیم، اعتراض کنیم، در همبستگی با خواهران شجاع خودمان در ایران که زندگی خود را به خطر می‌اندازند و ما باید اعتراض کنیم به جای کسانی که دیگر نمیتوانند اعتراض کنند. ژینا مهسا امینی، ما تو را به خاطر می‌آوریم و ما همه خواهران و برادرانی را که کشته شده اند را به یاد می‌آوریم. باید به مبارزه ادامه دهیم و باید از ایرانیانی که در اروپا حضور دارند حمایت کنیم. من خودم ترس را در میان صورت‌های دوستان ایرانی خودم در سوئد دیدم، به واسطه اینکه تهدید کنندگان رژیم ایران اونها رو تعقیب می‌کنند حتی تا دم در اروپا و ما نمیتوانیم که این امر ادامه یابد. اروپا لازم هست که بهتر از این عمل کند. رژیم ایران باید دستش رو از روی دوستان من در اینجا در اروپا برداره. ما خواهان این هستیم، من خواهان این هستم، همه ما باید خواهان این باشیم که ایرانیانی که در اینجا حضور دارند و یا در ایران قرار دارند
نباید مورد آزار قرار بگیرند و کسانی که از طرف ایران در اینجا قرار دارند باید شناسایی شوند و تحت تعقیب قرار بگیرند و برچسب لازم رو دریافت کنند. اعضای سپاه پاسداران آمدند و تظاهرکنندگان صلح‌آمیز را کشتند، کودکان و زنان رو در زندان انداختند، اونها رو مورد ضرب و شتم قرار دادند، شهروندانی که بیگناه بودند. سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است. سپاه پاسداران ناقض حقوق بشر هست. صدای ما رو میشنوید؟ لازم هست کسانی که در اتحادیه اروپا هستید سپاه پاسداران رو همین الان در لیست سازمان‌های تروریستی قرار دهید. اجازه دهید نشان دهیم به تمام دختران، زنان و تمامی کسانی که در ایران هستند که تنها نیستند و ما هرگز تسلیم نخواهیم شد. متشکرم. خیلی ممنونم الیس. خیلی افتخار می‌کنم که ما امروز دوستانی که در کنارمون داریم و برای ما صحبت می‌کنند که از پارلمان اروپا هستند و از همکارای خودشون خواسته ما رو دارن می‌خوان برای ما صحبت می‌کنند. میگن کانسل اتحادی اروپا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده. دوستان ما اینجا هستیم تا آخرش و ما حمایت میشیم. تک تک شما آرزو سلامتی دارم، آرزو خوشبختی دارم، هم آرزو دارم که امسال به تو تاریخ که این سالی است که جمهوری اسلامی شکست می‌خوره و ایران آزاد میشه. ما واقعا شانسشو داریم، واقعا شانسشو داریم. مهمترین مسیج از قبل بگم دست خودمونه تلاش بکنیم یا نه، هم داریم خوب میایم جلو. دلیلی که من امروز آمدم اینجا، دلیلی که ما امروز آمدیم اینجا نیست که باید همدیگر رو حمایت کنیم، باید همدیگر رو حمایت کنیم. این تنها دلیلیه که ما تو این چند ماه موفق بودیم، به اینجا رسیدیم. همین اتحادمون بود، همدیگه حمایت کردنمون بود. یادمون نره. همچون که الان سال سه روز گذشته بیم، let's look back what we have. ما لازمه به گذشته نگاه کنیم ببینیم تا به الان به چه چیزی دست یافتیم. هیچ کس تو دنیا دیگه نمیتونه بگه من نمیدونستم تو ایران به ملت، به آدما، به خانوم‌ها، به بچه‌ها چه کار می‌کنن. هیچ کس دیگه نمیتونه اینو بگه. این خیلی مهمه چون که این رژیم
همیشه تو تاریکی دوست داشت فعال باشه. ما یه چیز دوم، ما تونستیم نشون بدیم که اگر بخوایم میتونیم اتحاد داشته باشیم. میتونیم. این مهمه، چون که این رژیم همیشه سعی میکرد اختلاف بین ما را بندازه، حتی با شستشور مغزی که میگفت ایرانی ها نمیتونن، ولی ما میتونیم و نشون دادیم میتونیم. هم این کار شما بود، کار شما که تو سوشل میدیا، تو اینستاگرام، تو فیسبوک، تو تویتر، تو تظاهرات، تو برنامه این تو شهرهای خودتون، تو کشورهای خودتون انجام میدید. همین نقطه سوم که خیلی مهم بود تو سال پیش، این ائتلاف اپوزیسیون که تشکیل شد، این خیلی کلیدی بود، چون که به دنیا نشون دادیم که یه آلترناتیو هست، هم ما میتونیم با یه صدا صحبت کنیم، هم ملت ایران، هم داخل، هم خارج از کشور، ایران آزادی لازم داریم، هم ما اینو میخوایم و تلاش میکنیم. یادمون نیه، دست خودمونه، هم دست خودمون هست. ببینین، رژیم صفی داره تو هر کشور، یه دونه صفی، چند تا کنسول، هم چند تا لوبیست، ولی اساس ما این هستش که ما تو هر کشور تو اروپا، تو خیلی از شهرهای تو اروپا، هزاران از صفی میتونیم داشته باشیم. تک تک شما میتونین سفیر ملت ایران باشه، این آس ماست. اما این مسئولیت هم میخواد، یعنی باید حواسمون جمع باشه، هر چیزی که تو این فاز انجام میدیم، هر چیزی که میگیم، هر چیزی که پست میکنیم، هر رفتار بین خودمون مثبت یا منفی، تو این فاز دیده میشه اینه یه کار یه سفیر. یعنی شما قدرت دارین تک تکتون، ولی مسئولیت هم دارین. اینا همیشه با همدیگه آدم باید ببینه. واسه همین به نظر من تو این چند ماه آینده هر کاری انجام میدیم باید روش فکر کنیم این به نفع انقلابه یا به ضرر انقلابه. هم آیا این کاری که داریم انجام میدیم میتونه سیاست اروپا رو عوض کنه به نفع ما یا به ضرر ما هستش؟ این خیلی مهمه، اینو به فکرمون باشه. این انقلاب اتحاد میخواد، ولی اطلاعات و عقلم میخواد. اینو باید تو این فاز ما یاد بگیریم. بسیار الان جدیدن شک دارن، بسیار میگن خسته شدیم، سرد شدیم. اما شک نداره که ما موفق میشیم، شک نداره، راه برگشت نیستش، ما فقط میتونیم به این جلو موفق بشیم. هم این وظیفه‌مونه، ما که تو آزادی اینجا زندگی میکنیم، این وظیفه‌مونه. یادمون نره که چرا ما این راه رو رفتیم، چرا شروع کردیم. این وظیفه‌مونه، هم ما تا آخرش می هم the truth is که یه نماینده تک تکشون دارن نظرشون عوض میکنن، داریم میاییم طرفدار خودمون. این راه طولانیه، ولی ما داریم موفق میشیم. هم برعکس حسمون، سه ماه پیش خیلی میگفتن داریم نزدیک میشیم موفق بشیم، ولی ما انقدر پیشرفته نبودیم، ولی خیلی ها امید داشتن. الان خیلی ها ناامید شدن، ولی ما خیلی پیشرفته تاییم از اینا. نباید اینو فراموش کنیم.
But we also have to understand that we still have a way to go. علاوه باید درک کنیم که هنوز راه طولانی در پیش داریم و مخالفین ما همچنان مقاومت خواهند کرد. ما الان میایم توی فاز جدید. هدفمون باید باشه که این اپوزیسیونی که الان تشکیل شده معرفی بشه به دولت‌های مختلف اروپا که هر سوالی که در مورد ایران پیش میاد اونا با این اپوزیسیون صحبت کنن نه با جمهوری اسلامی. این باید هدفمون باشه. هم ما نماینده ها میتونیم این یه پل بین این دولت ها سعی بکنیم خدمت بکنیم. وظیفه‌مون هر کی یه قولی داره تو این انقلاب هم خدمت کردن خیلی مهمه که ما بتونیم نشون بدیم به دولت ها که آینده ایران جمهوری اسلامی نیست. اما ما اتحاد میخوایم واسه این کار. بدون اتحاد نمیشه. من فکر کنم اجازه بدین من خیلی دایرکت با شما صحبت بکنم. ما اطلاعات میخوایم تو این پاس. اطلاعات هم میخوایم. این رژیم مستقیم هم از طرف لوبیستاش تک تک به نمایندای اروپا میگه تک تک به نماینده‌های اروپا میگه شما چاره‌ای ندارین، باید با ما همکاری بکنین. چرا؟ چون که اینا خسته میشن، اینا اختلاف بینشون هستش. این ناراتیو رژیم هستش، این ترسیه که میزونن تو وجود سیاستمدار اروپا. بعدش خب وزیرای دولت‌های اروپا، دولت امور خارجی میه دو دقیقه تو اینستاگرام، تو فیسبوک، تو توییتر نگاه میکنه، میبینه که چجوری با همدیگه رفتار میکنیم، آتوم میدیم دستشون. ما باید این راه پیدا بکنیم که اختلافامونو با همدیگه حل بکنیم بدونه که به همدیگه جلوی همه اتک بکنیم. ما باید راهی پیدا بکنیم که اتحادشون بدیم و اینکه تنها دشمنمون جمهوری اسلامی هست. هم دست نماینده‌های اروپا بگم We will not be appeased until we reach our goal. ساکت نخواهیم شد تا وقتی که به اهداف خودمون برسیم و در پایان ایالتی پارلمان هامبورگ شنیدید. الان کنار من است آقای خانیپور. شما رو به مردم گفتید که باید نشون بدیم به کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی نماینده مردم نیست. آیا کشورهای اروپایی طی 6 ماه گذشته چنین تجمعات رو دیدن؟ این همه در ایران در اعتراضات کشته شدن، تعداد زیادی در زندان ها هستن، آیا تا حالا متوجه نشده که جمهوری اسلامی نماینده مردم نیست؟ این چیزای سیاستمدارای اروپا متوجه شدن و جمهوری اسلامی مستقیم بهشون میگه شما چاره ای ندارین، ما اینا هستیم، اونای دیگه با هم دیگه
اختلاف دارن. 44 سال تو گوش اینا خوندن که ما نمیتونیم با یه صدا صحبت بکنیم، اتحاد نداریم. ما باید نشون بدیم، همچنین 6 ماه تونستی نشون بدیم با این اپوزیسیون که تشکیل شد، تونستیم نشون بدیم که ما میتونیم، ولی ما باید با اینو ادامه بدیم که اینو مشخص بکنیم، ثابت بکنیم که قدمای مهمی گذاشتیم، ولی جمهوری اسلامی هنوز که هنوزه هی سعی میکنه اختلاف بین ما رو بندازه، هم به دولت اروپا نشون بده که اختلاف هست، هم باید نشون بدیم که این اشتباه، تنها کسایی که دولت اروپا باید صحبت بکنه اپوزیسیون ایرانه، نه دیگه با جمهوری اسلامی. خب ایرانیایی که به اینجا اومدن در سومین روز نوروز، همزمان با تبریک نوروز خواستار این بودن و خواهان این بودن و آرزوی این رو داشتن که سال آینده در ایرانی آزاد نوروز رو جشن بگیرن. موزیک ویدئویی از وفادار قسم به زن، به نام قسم به زن رو شنیدید و دیدید. کنار من غزل زکاوت هست. تو با چه شعاری غزل اینجا شرکت کردی؟ میدونم از گوتنبرگ به اینجا اومدی. واسه من تا با هم یکی کشته میشیم، تا با هم یکی نشیم یکی کشته میشیم، شعاری که واسه من خیلی مهمه، بخاطر اینکه همبستگی یه چیزیه که باعث میشه که ما بتونیم به نتیجه‌ای که میخوایم برسیم. بخاطر همین من این یکی از شعاری که خیلی واسه مهم هست. اکثر هفته در گوتنبرگ هم میدونم تجمعات مختلفی برگزار کردید. چنین تجمعاتی چه حسی به تو میده که چندین سال اینجا زندگی میکنی، خارج از ایران زندگی میکنی؟ خیلی احساس خوبیه، یعنی واقعا یه جوری نشون میده ما ایرانی ها واقعا جگه جاش برسه، ما واقعا پشت همدیگه وای میسیم و همدیگه رو حمایت میکنیم. احساس گرمی میده، با اینکه شرایط بدیه، سخت، آدم ناراحت میشه، ولی یه جورایی هم آدم قوت میگیره وقتی که این همه آدم دور همدیگه جمع میشن و نشون میدن که ما با همدیگه هستیم تا آخرش. خب یکی از شعارهایی که طی 6 ماه گذشته ایرانی ها سر دادن این بود که گرچه دوریم از وطن، کنار شماییم هموطن.
He's on hunger strike. He's been on hunger strike for many days. او اعتصاب غذا کرده برای روزهای طولانی. فکر کنم 28-29 روز هست که این اعتصاب غذا ادامه یافته و او بیرون وزارت خارجه لندن هست. همچنان با قدرت ایستاده و پیامی رو با ما سهیم شده که ما مایلیم اون رو برای شما اینجا اجرا کنیم. این آخرین ویدئوی امروز ما خواهد بود و بعد آقای آخوندی رو خواهیم داشت که چند کلام آخر رو بیان خواهند داشت. با این نکته توجه شما رو به ویدئو جلب میکنم. سلام و درود به هموطنان عزیزم. سال 1402 رو به شما همه عزیزان تبریک عرض میکنم و آرزوی بهترین ها رو دارم برای همه ایرانیان، برای هممون. و مطمئنم اون آرزو چیزی نیست به غیر از آزادی ایران عزیزمون و پیروزیمون. شما که امروز اونجا تجمع کردید یک خواسته دارید و اون در لیست تروریستی قرار گرفتن سپاه پاسدارانه. ما هم که اینجا امروز 29 روز اگر اشتباه نکنم 29 روزه، چون من دارم امروز که 28 روزه این پیام رو واسه شما میدم، ولی شما فردا این پیام رو میبینید. 29 روزه که اینجا لب بر غذا بستیم و تحسن کردیم با همون خواسته، یعنی در لیست تروریستی قرار گرفتن سپاه اینجا در انگلستان و شما اونجا توسط اتحادیه اروپا 27 کشور. پیاممون یکیست، باید محکم بایستیم عزیزان، محکم بایستیم تا به این نتیجه برسیم. مطمئن باشید پشتکار و استقامت و استمراره که جواب میده. رژیم آخرین برگه های زندگی خودش رو داره ورق میزنه و از من و شما بهترین رو میدونه. سپاه پاسداران وقتی در لیست سازمان های تروریستی قرار بگیره، گام بسیار بزرگی در این مرحله ما برداشتیم. این بسیار بسیار مهمه که این کار انجام بشه در اتحادیه اروپا و در انگلستان. پیام کوچکی دیگری دارم عزیزان، همه با هم در این مرحله از مبارزه باید تمرکزمون رو بگذاریم روی سرنگونی جمهوری اسلامی. ما تا این رژیم ضد بشری رو سرنگون نکنیم، چیزی برای اینکه بحث کنیم روش یا روش دعوا کنیم نداریم. اول باید خانه رو پس بگیریم. وقتی خونه رو پس گرفتیم می‌نشینیم، گفتگو می‌کنیم، نقد می‌کنیم، می‌پذیریم، رد می‌کنیم و پایه و اساس یک حکومت مردمی رو برای ایران عزیز می‌گذاریم. چند کلمه هم با رهبران جامعه غربی صحبت می‌کنم به انگلیسی. مایلم چند کلمه ای رو به سیاستمداران و رهبران دنیای غرب عرض کنم که هنوز فکر میکنند که سیاست‌های تعامل با دولت ایران و سپاه پاسداران میتواند جواب دهد. خیر، در طی 44 سال گذشته جواب نداد و بعد از این هم جواب نخواهد داد. ما بهانه‌هایی رو از برخی از سیاستمداران میشنویم در مورد این که چرا ما نباید در حال حاضر سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار دهیم. یکی از بهانه‌های اونها این هست که لازم هست که کانال ارتباطی رو همچنان حفظ کنند و سفارت ها بسته نشوند. اونها میخواهند که دیپلمات های خودشون رو در ایران داشته باشند و ایران هم سفیر خودشون رو در کشورهای اروپایی داشته باشند. این صحیح نیست. اولین مورد حزب الله است. حزب الله یک سازمان تروریستی توسط دولت انگلستان اعلام شده است، ولی سفارت انگلستان همچنان در لبنان باز است. ارتباطات قطع نشده بین انگلستان و لبنان. پس این اولین پاسخ است. اما حتی اگر که اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی معناش این خواهد بود که دیپلمات‌های ایران رو اخراج کنند و دیپلمات‌های اروپایی رو از ایران فراخوانند، چرا این باید مشکل زا باشد؟ این که مشکل ایجاد نخواهد کرد.
The UK government. دولت انگلستان. Remove the ambassador. سفیر ایران رو برای 3 سال اخراج کرد بعد از حمله به سفارت انگلستان در ایران در سال 2011 و سفیر خودش رو هم فراخواند. پس فراموش نکنیم که آمریکا از 1979 به بعد سفارتی در ایران نداشته، ولی این ارتباطات همچنان با ایران هست. این کانال ارتباطی قطع نشده بین آمریکا و ایران. سوال اصلی این است که باید از رهبران پرسید: اگر که شما دیپلمات های خود را در ایران داشته باشید، آیا می توانید جلوی اعدام ها را اعدام علی رضا اکبری که انگلیسی ایرانی بود را در ماه ژانویه بگیرید؟ آیا تونستید جلوی هیچ یک از اون اقدامات تروریستی سپاه پاسداران را در سراسر جهان بگیرید؟ آیا توانستید مانع بشید از ربوده شدن روح الله زن و اعدام او؟ خب جواب این هست که نه، نتونستید. الان وقت این آن رسیده که بیدار شوید. جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران دقیقاً میدونند که چه کاری دارند میکنند و تا وقتی که ما با سیاست تعامل خودمون با ایران ادامه بدهیم، اونها به مسیر خودشون ادامه خواهند داشت و سیاست‌های گروگانگیری خودشون رو تداوم خواهند بخشید و ما رو به بازی خواهند گرفت. وقت آن رسیده که بیدار شویم و در طرف صحیح تاریخ بایستیم و تروریست‌ها رو در جایی قرار بدیم که به اون تعلق دارند و اونها رو در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهیم. امروز به جز سخنرانی‌های مختلف اجرای هنرهای اعتراضی رو داشتیم. شرکت کنندگان مردمی هم که به اینجا اومده بودن پرفورمنس‌های اعتراضی مختلفی رو برگزار کرده بودن. یک چشم خودشون رو بسته بودن برای همدلی و همراهی با کسانی که چشم خودشون رو در خیزش انقلابی از دست دادن. تعدادی با ماسک شیمیایی اینجا اومده بودن برای همدلی و همراهی با دخترانی که در مدارس ایران مسموم شدن. سب اصلی کنار من هست که آهنگ پینک فلوید رو اینجا اجرا کرد. خب اینجا بزرگ شده و فارسیش یک مقدار ضعیفه، میتونه انگلیسی جواب بدی. میخوام از هنر اعتراضی بگی که طی 6 ماه گذشته کمک کرد به این خیزش انقلابی. من تصور میکنم که فرهنگ ما مملو از هنر و موسیقی هست و فقط کاملا طبیعی است که کل انقلاب از طریق رقص و آزادی و موسیقی شروع شد. با شروین و آهنگ او برای شروع شد و در طی اون عناصر استفاده از موسیقی راک اند رول استفاده شد برای اینکه دنیا رو تغییر دهیم به عنوان بخشی از این انقلاب. و با استفاده از موسیقی ما می توانیم نظرات جهان غرب رو هم تغییر بدیم و همچنین دولت‌ها رو وادار بکنیم نه فقط که این رژیم رو و سپاه پاسداران رو تروریستی اعلام کنند، بلکه کل ایران رو آزاد کنیم. برنامه رو به پایان هست. قهر علیرضا آخوندی به روی استیج بره و آخرین صحبت‌ها رو در این تجمع برای کسان معترضینی که به این تجمع اومدن، ایرانیانی که از سرتاسر اروپا به شهر بروکسل اومدن تا خواستار بشن از شورای اروپا سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی اتحادیه اروپا قرار بده. خب اولین تجمع در استراسبورگ نتیجه رو گرفتن ایرانی ها و پارلمان اروپا در قطعنامه 23 بندی که تصویب کرده بود در بند 11 خواستار این شده که سپاه پاسداران در لیست تروریستی این اتحادیه قرار بگیره. بریم با هم بیننده و شنونده روی استیج باشیم. من میخواستم دوباره تشکر کنم ازتون، تک تکتون که اومدین اینجا در کنار ما بودین و صدای مردم شجاع ایران رو به گوش نماینده های پارلمان وزیرای اتحادیه اروپا رسوندید. دستتون واقعا درد نکنه. میخواستم از تک تک والانترا، گروه انتظامات، گروه سیکیوریتی، گروه فیلم، ویدیو، تمام اشخاصی که زحمت میکشن، چند صد نفر هستن که رو بیس والانتیر کمک میکنن که برنامه ها به شکل خوب انجام بشه. واقعا صمیمانه از شما هم تشکر میکنم. و
شما که از نظر اقتصادی کمک کردید که ما بتونیم پول بلنگو، پول سکرین و پول استیج رو بدیم. از شما واقعا ممنونم. دست شما درد نکنه. بدون کمک شما نمیشد برنامه بذاریم. و آخرین کلمه‌ای که میخوام بگم، ما گفتیم نور از تاریکی میبره. همیشه. همیشه نور از تاریکی میبره. من این قول رو بهتون میدم، این قول رو بهتون میدم که ما به مقصدمون میرسیم. در کنار هم، در کنار هم ما به مقصدمون میرسیم. امیدتون رو خواهش میکنم و دست ندید. این راهی که داریم میریم، ما پیروزیم، ما پیروزیم، ما پیروزیم. یادتون نره اینو. دوستتون دارم. سفرتون به خیر. مرسی مرسی مرسی.